خبر پناهندگان افغان به توسعه اقتصادی پاکستان کمک کردند نماینده افغانستان امانستانگ منبع نویسنده احمد شاه حرفانیار تا تاریخ 16/2024 ساعت 18:00 کابل پناهندگان افغان در پاکستان به توسعه اقتصادی این کشور کمک کرده و نقش مهمی می در ارتباط بین دو کشور ایفا کردند این مطلب را یک مقام رسمی روز جمعه اعلام کرد. سردار احمد شکیب، نماینده امارات اسلامی افغانستان IEA در پاکستان، در مراسمی در اسلام آباد که به مناسبت سومین سالگرد بازگشت قدرت به امارات اسلامی برگزار شده بود، سخنرانی کرد. در این مراسم که مقامات بلندپایه پاکستانی و سیاستمداران حضور داشتند، نمایندگان کشورهای چین، روسیه، ایران، عراق، قطر، اندونزی، مالزی، سودان، یمن، قرقزستان، قطر، اندونزی و مالزی نیز شرکت داشتند. بیانیه از سفارت افغانستان در اسلام آباد اعلام کرد که شرکت کنندگان در این مراسم در مورد روابط دو جانبه بین پاکستان و افغانستان، مشترکات دو کشور و دستاوردهای امارات اسلامی بحث و تبادل نظر کردند. مولوی سردار شکیب بیان کرد که روز پانزدهم اوت اهمیت زیادی برای ملت افغان دارد و این روز نمادی از شجاعت، فداکاری و روحی شکست ناپذیر افغان ها است. وی گفت آم، سه سال پیش در این روز به کمک خداوند متعال مردم افغانستان تحت رهبری امارت اسلامی برای سومین بار از اشغال خارجی رهایی یافتند او همچنین به دستاوردهای دولت در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت که افغانستان در این مدت شاهد دستاوردهای مثبت بسیاری بوده است. یکی از این دستاوردها تقویت امنیت و ثبات جهانی است که زمینه را برای تجارت، سرمایه گذاری و گردشگری در سراسر کشور فراهم کرده است. وی افزود که همچنین در مناطق مختلف افغانستان پروژه های پایه و توسع با هدف بهبود زندگی مردم و افزایش خدمات عمومی آغاز شده است. او تأکید کرد که در سه سال گذشته افغانستان توانسته است روابط دیپلماتیک و تجاری خوبی با همسایگان و کشورهای منطقه در سیاست خارجی خود برقرار کند. به گفته او تا کنون امارت اسلامی افغانستان نمایندگی های دیپلماتیک و کنسولی در دستکم چهل کشور دارد و بیش از 20 سفارتخانه و سی سازمان بین المللی حضور سیاسی و خدماتی خود را در افغانستان آزادانه حفظ کردند. شکی بیان کرد که دولت افغانستان معتقد است که از طریق احترام متقابل درک و همکاری می تواند نقش خود را در ایجاد محیطی سلحامیز و راحت در میان جامعه بین المللی ایفا کند.